معتبر هنری از جمله سادبیز و کریستیز به آثار هنرمندای ایرانی جلب شده. چندی پیش کارهای 32 هنرمند نقاشی خط ایرانی در نمایشگاهی با عنوان سفر به حواشی حروف در پاریس به نمایش درآمد و استقبال خوبی هم ازش شد. این نمایشگاه مروری داشت به سیر تغییر و تحول نقاشی خط ایرانی با نمایش آثاری از هنرمندان صاحب سبک این رشته گرفته تا کارهای هنرمندان جوان کمتر شناخته شده. نیلوفر پور ابراهیم گزارش میده. حروف بیان که قرار باشد کلمه‌ای بسازند، از دل رنگ شکل می‌گیرند. با کاردک و رنگ روغن، با قلمو و چسب و حتی با ورق طلا. در این گالری کوچک در قلب پاریس، این هنرمندان برخلاف رسم معمول نمایشگاه‌های این چنینی، آستین بالا زدند و بازدید کنندگان را به تماشای مراحل خلق آثارشان دعوت کردند. از ایران آمدند و آثارشان در کنار تابلوهای بیش از 20 هنرمند نقاشی خط دیگر در گالری نیکولا فلامل پاریس به نمایش درآمده. سفر به حواشی حروف عنوان نمایشگاهی از آثار پیشگامان نقاشی خط ایران و هنرمندان جوانی است که در این حوزه فعالیت می‌کنند. من در واقع چون شروع کارم با فضاهای سنتی بوده، در واقع یک شیوه کاملا سنتی استاد شاگردی خوشنویسی و تصحیب و رعایت گرفتم، در طول این 12-13 سال که کار میکنم تونستم که با در واقع مطالعه و تحقیق در این زمینه و کار بیشتر بتونم امروز به یه زبان جدیدتری برسم. من 6-7 سالی کار خط نقاشی میکنم. قبلا نقاشی دیگه میکردم ولی کم کم گرایش پیدا کردم به خط و ببینم از این به عنوان یه المان بصری چجوری میتونم با ازش استفاده کنم. دست من این نیستش که کسی رو تکرار کنم یا مثل کسی کار کنم، بیشتر من رو بافت و تکسچر کار میکنم. با رنگ روغن ضخامت رنگم زیاده و از اون رنگا رو برمیدارم. بابک رشبند که اثری از پدرش هم در این نمایشگاه به نمایش درآمده، هرچند پا جای پای پدر گذاشته اما سبکی کاملا متفاوت از او در پیش گرفته. پدر من قبل از خوشنویسی نقاش بودم و بعد کار خوشنویسی رو انجام دادم. زیر نظر پدرم از نقاشی شروع کردم. همزمان خب خوشنویسی هم کار میکردم باهاشون. بعدها علاوه بر تحصیلاتم و رشته آکادمیکم که گرافیک بود و سواد بصری بود، مبانی هنر تجسمی بود، شروع کردم به تجربیات نقاشی خط. پدر من تمرکزشون روی فرم‌های زیباشناسی و کلاسیک خوشنویسی نثر علیق هستش، ولی من خب مثلا سبک کاریم و نگاهم به بیشتر فرم کلمات و حروف هست. تابلوهای این پدر و پسر شاید بهترین مثال برای سیر تغییر و تحول نقاشی خط ایران باشد. هنری که خواستگاهش مکتب سقاخانه است و پایه‌گذارانش هنرمندانی چون فرامرز پیلارام، حسین زنده‌رودی، رضا مافی، محمد احسایی و نصرالله افجعی. هنری که بیش از پیش به سمت فرمگرایی پیش می رود. دو تا جریان مهم وجود داره تو نقاشی خط ایران که یکیش خیلی به معنا توجه داره، اتفاقی که در آغاز افتاد و در دهه‌های گذشته بود، یعنی در واقع خوشنویسان با توجه به اشعار، مضامین یا متنایی که خب معنی خوبی داشتن و معنی قابل تعاملی داشتن می اومدن یک سری ترکیبای جدید می‌زدن. اما تو چند دهه اخیر، به ویژه یک دهه اخیر و در کار هنرمندای جوان‌تر، یه عبوری صورت گرفته از معنا به فرم. این فرمگرایی باعث شده که خب مخاطب بیشتری جذب این کار بشه. در واقع وقتی که شما نیاز نباشه یا نتونید حتی بخونید و فرم و رنگ و ساختار کار شما رو به قول معروف گیر بندازه، خب فرصتی به وجود میاد که حتی مخاطبی که دانش یا زبان خواندن این کارها رو نداره بتونه جذب شه.
سفر به حواشی حروف برای مخاطب فرانسویش فرصت کشف جنبه دیگر از هنر معاصر ایران است. تقریبا تمام آثاری که من دارم خطاطی هم. بعضی ها به شکل تابلو و قسمتی هم به شکل حجم و مجسمه. این آثار زبانی شاعرانه و تسکین دهنده دارن. من معنی اونها رو نمیدونم. البته قسمتهایی رو برام ترجمه کردن. میتونم بگم که این تابلوها جنبه های آرامش بخشی دارن که بسیار مورد علاقه منه. طی سالهای گذشته فروشگاه خیره کننده آثار هنرمندان هنرهای معاصر ایران در حراجی های معتبر هنری همچون کریستیز و ساتبیز توجه کارشناسان و علاقمندان و خریداران را به آثاری که از ایران می آید جلب کرده. طیف گسترده‌ای خریدار آثار هنرهای معاصر ایران هستند. مجموعه‌ای از جوانان ایرانی که جمع کردن آثار هنرمندان ایرانی را آغاز کردند، جوانهای 20 تا 30 ساله و همچنین فروشندگان مسن‌تر که در این کار جا افتادند. همچنین بسیاری از دلالان هنرهای اسلامی علاقمند به دوران باستان به هنر معاصر هم علاقه دارند. مجموعه دارانی از کشورهای غربی هم هستند که زیبایی‌های بصری آثار هنری ایرانی را تحسین می‌کنند. نیما ساغرشی کارشناس بخش هنرهای معاصر و مدرن خاورمیانه در حراجی بونمز لندن معتقد است هنر معاصر ایران یکی از معدود جریان‌های هنری منطقه است که توانسته علاوه بر حفظ سنت‌ها تداوم و نوآوری هم داشته باشد. فکر می‌کنم علاقه به هنر ایرانی در خارج از ایران دلایل متفاوتی داره. به نظرم قطعا وقتی پای هنر معاصر به میون میاد خارجی ها به شیوهی که هنر ایران اوضاع اجتماعی رو تفسیر میکنه بسیار علاقمندن و بسیاری از هنرمندان ایرانی هم دغدغه ها و نگرانی هاشون رو از شرایط در کارها بازتاب میدن. در نمایشگاه های از این دست که خاستگاه سنتی تری دارن غربی ها مشتاقن ببینن هنرهای ایرانی چگونه گسترش یافته و چطور به وسیله هنرمندان معاصر و مدرن تغییر شکل داده و بیان میشه. استقبال عمومی از نمایشگاه‌های آثار هنرمندان ایرانی نوید بخش آینده‌ای روشن برای هنرهای معاصر ایران در بازارهای جهانی است. نیلوفر پور ابراهیم، صدای آمریکا، پاریس. سهیل توکلی، آرشیتکت و هنرمند